دوستان عزیز سلام، امیدوارم که خوب و خوش باشید. به کانال خودتون آشپزخانه فریبا خیلی خوش اومدید. امروز یه غذای خیلی خوشمزه با بادمجون رو براتون در نظر گرفتم، امیدوارم که مورد پسندتون واقع بشه. موادی که نیاز داریم عبارتند از یک عدد پیاز متوسط، دو قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی، چهار حب سیر، یک سوم پیمان پوره گوجه فرنگی، بادمجون، یک سوم پیمان پنیر پارمژان، یک دوم پیمان پنیر ماتزارلا، مقداری زیتون سیاه و ادویه هامون شامل یک قاشق چایخوری فلفل سیاه، یک قاشق غذاخوری پودر پاپریکا، یک قاشق چایخوری اورگانو و مقداری نمک. دوستان ابتدا پوست بادمجون ها رو میگیریم. من اونها رو به صورت راه راه پوستشون رو گرفتم. حالا به صورت حلقه ای اونها رو برش میدیم. به این اندازه. حالا توی یک کاسه آب مقداری نمک می‌ریزیم. بادمجون‌ها رو توی آب نمک می‌ذاریم برای نیم ساعت تا تلخی اون کاملاً گرفته بشه. بعد از اون اونها رو آب می‌کشیم و خشک می‌کنیم. پیاز رو به صورت نگینی‌های خیلی ریز خرد می‌کنیم و داخل ماهیتابه با 2-3 قاشق روغن اون رو تفت می‌دیم تا نیمه طلایی بشه. پیازها که نیمه طلایی شدن، نوبت اضافه کردن سیر هست. سیر رو خیلی ریز خرد می‌کنیم و به پیاز داغمون اضافه می‌کنیم. سیر رو میتونید رنده هم بکنید. خب به اندازه اون رو تفت میدیم تا زمانی که بوی عطر سیر بلند بشه. خب بوی سیر بلند شد. حالا رب رو بهش اضافه میکنیم و 1 دقیقه هم رب رو تفت میدیم تا بوی خامی رب هم کاملا گرفته بشه. رب رو هم تفت دادیم. حالا پوره گوجه فرنگی رو توی این مرحله داخل ماهیتابمون اضافه می‌کنیم به همراه نمک و ادویه‌ها. یادتون باشه که نمک رو زیاد اضافه نکنید چون خیلی سریع این غذا شور میشه. حالا به اندازه 1 لیوان آب داخل سسمون میریزیم و میذاریم به جوش بیاد. وقتی که به جوش اومد حدود 3-4 دقیقه میذاریم تا بجوشه و سس آماده بشه. خب بعد از 3-4 دقیقه سس آماده شد، اون رو کنار میذاریم. خب دوستان، حالا کف یه قابلمه حدود 1 ملاقه از سسی که آماده کرده بودیم می‌ریزیم. یک ردیف بادمجون روی سس قرار می‌دیم. دوباره یه مقدار سس روی بادمجون هامون میدیم. کمی پنیر پارمژان رنده شده روی بادمجون ها میریزیم. و کمی زیتون سیاه بدون هسته. دوباره یه ردیف بادمجون. روی بادمجون ها رو سس می‌ریزیم.
مقداری پنیر پارمژان روی سس می‌ریزیم. کمی پنیر موتزارلا رنده شده. و مقداری زیتون. خب دوستان، حرارت رو زیاد می‌کنیم، در قابلمه رو هم می‌ذاریم برای 10 دقیقه. 10 دقیقه گذشت. حالا من یه مقدار فلفل چیلی روی بادمجون‌ها می‌ریزم. یه مقداری اون رو تند و تیز می‌کنه. اگر دوست ندارید می‌تونید فلفل رو حذف کنید. حالا دوباره در قابلمه رو میذاریم و با حرارت کم میذاریم تا برای 15 دقیقه دیگه کاملا بادمجون هامون پخته بشه و غذا آماده بشه. خب عزیزان، غذامون آماده شد. یک غذای فوق‌العاده خوشمزه، خوش عطر و دلچسب. امیدوارم که از این برنامه هم خوشتون اومده باشه. این غذای خوشمزه رو آماده کنید و مطمئنم که از خوردنش لذت میبرید. خب دوستان، این هم یه غذای خوشمزه دیگه با بادمجون. امیدوارم که از این غذا هم خوشتون اومده باشه. اون رو آماده کنید و در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. لطفاً ویدیوهای من رو بین دوستان و آشنایانتون به اشتراک بگذارید و لطفاً سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. تا یک برنامه دیگه و یک غذای دیگه، خدا نگهدار.